رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم به من وقت دارید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله آقای دکتر، من 43 سالمه، از استرالیا هستم. یه موضوع مسئله دارم می‌خواستم راجعش باهاتون حرف بزنم. حالا چجوری شروع کنم؟ نه به من بگید شما چه مدتی از استرالیا هستید؟ بله من 14 سال اینجا هستم. و چی خوندید؟ چه میکنید؟ من موقع که مالم استرالیا پناهندگی اومدم و یه کالج رفتم، یه رشته فنی و لایسنس گرفتم. الان کارم همون کار دارم انجام میدم. اون وقت فرزند چندم خانواده ای؟ من فرزند اولم از سه تا. بعد اجازه بدید، اگر اجازه بدید من 3 دقیقه خیلی کوتاه از بچگی و کوچیک چه دوران گذشتم بهتون بگم، بعد تا به سوالم برسم. بفرمایید. من فرزند اول خانواده سه فرزندی ام. بعد از نظر مسائل روانی خب زیاد خانواده زیاد خوبی نداشتیم. مادرم وسواس، مادرم مذهبی بود، خیلی وسواس شدید هم داشتش. بعد تو خانواده مادرم یه بایپولار داشتیم و 2 نفرم حالتهای منیک داشتن، دختر خاله‌های مادرم. و تو خانواده پدرم نظامی بودش، خیلی سختگیر، گاهن مواد مخدر مصرف میکرد. تو بچگیم هم خیلی کتک خوردم از پدرم و خونه فراری بودم. تا جایی که یادمه رابطه خوبی هم با پدرم مادرم نداشتم. البته الان رابطه خیلی بهتری داریم، ولی خب تو دوران بچگی و نوجوانی اصلا من یکم اونو که اصلا دوست ندارم راجبش فکر کنم یا خاطراتشو به یاد بیارم. مخصوصا کتک هایی که بابا میخوردم یا مقایسه هایی که منو مثلا با دیگران میکرد که دائم هنوزم حرفاش توی گوشم. حالا از این قسمت بگذریم. اون دکتر، من تو دوران نوجوانی به خاطر اینکه بیشتر خونه فراری بودم، خیلی هم تو مدرسه و اینا هم خیلی هم خوب بودم. تو 18-19 سالگی دیگه تقریبا کمتر خونه میرفتم، با یه سری دوست خلافکار آشنا شدم و بعدش هم که اعتیاد پیدا کردم تا سن 28 سالگی تقریبا دیگه تا آخر خط رفتم. یعنی توی مدت، توی این فاصله هم یه بار ازدواج کردم و جدا شدم، یعنی در حالی که اعتیاد داشتم. و توی این مدت هم کارهای مختلفی کردم. درس که نخوندم، دانشگاه قبول شدم، اتفاقا دانشگاه دولتی هم قبول شدم، ولی چون همون سال اول اعتیاد شدید داشتم دیگه نتونستم ادامه بدم و دیگه وارد کارهای خلاف و اینا، تا اینکه فقط طوری که مثلا به اندازه که بتونم تعیین مصرف مواد مخدرم بکنم. تو سن 28 سالگی شانسی که آوردم، خیلی سال بود تلاش میکردم که مثلا خودم از اون اعتیاد بیرون بیارم، موفق نشدم. تا سن 28 سالگی وارد، شما تو آشنایی دارید میدونم، وارد انجمن چیز شدم، 12 قدمی. و شانسی هم که آوردم همون موقع با شما آشنا شدم. بعد تقریبا یه سال بعدش هم مهاجرت کردم استرالیا و خیلی اوضاع بهتر شده. از اون روزم دیگه من هیچ وقت مواد مخدر مصرف نکردم و اینکه همیشه هم حرفای شما رو گوش میکنم. گاهی هم هر چند سال یه بار با شما تماس میگیرم راجع به مسائل مشکلاتی دارم. حالا آقای دکتر، چیزی که هستش من الان باش خیلی درگیرم یه موضوعی. اول یه چیزی بگم آقای دکتر، من خیلی تغییر کردم زمانی که با شما، مخصوصا با شما آشنا شدم و تو اون برنامه 12 قدمی هستم. خب خیلی تغییرات تو زندگیم خیلی بزرگ بود. اصلا من یه آدم کاملا متفاوتم با 14 سال پیش بودم. خیلی مشکلات و مسائل روانی داشتم که بیشتر با کمک شما خیلیش کمرنگ شده. اما میتونم بگم هیچ کدومش از بین نرفته. این یکی از مشکلات منه که هیچ کدومش از بین نرفته. ولی خب خیلی خوشحالم که مثلا تا همونطوری که شما میگید، تو هر کدوم شنیدم که همه چیز بر اساس درصد هست. خیلی مسئله مثلا حتی 5% 10% تو زندگیم بهتر شده و اوضاع رو بهتر کرده. حالا موضوعی که این چند وقته من حقیقتا تو حرفای شما زیاد راجبش گشتم که بتونم روی این قضیه کار کنم، موضوع خصاصت آقای دکتر. و متوجه شدم که
اولا که من حقیقتا تو حرفای شما پیدا کردم خیلی که شما دیگران راجع به خصوصات اطرافیانشون حرف زدن، اما کسی نیدم ولی که به شما زنگ میزنه بگه من احساس میکنم آدم خصیصی هستم. اما یه مدت زیادی هم درگیری با خودم داشتم که فکر میکردم آیا من آدم خصیصی هستم یا نیستم. سعی میکردم. خب حالا سب کن عزیز. نه سب کن. اولا من در باره خصوصات خیلی اومدن رو خوش حرف زدم، ولی تو من بگو تعریف تو از خصاصت چه؟ یعنی تو یا چگونه آدمی هستی که خودتو بر مبنای اون خصیص میدونی؟ اوکی آقای دکتر، چند تا مثال باید بزنم شما اصلا تشخیصش با شما. مثلا آقای دکتر اول مثال کوچیکش رو بزنم، بعد یه چیزی دیگه قبل از اینکه بگم تو پرانتز وا کنم آقای دکتر، راجع بعضی مسائل این چیزو دارم، راجع بعضی مسائل اصلا ندارم. اما مثلا من اگه این دستگاه وندر ماشین هستش که حالی تو پول میندازی توش درینگ میخری، مثلا من هیچ وقت از اونا من درینگ نمیخرم، حتی اگه خیلی تشنم باشه. چرا؟ چون مثلا درینگ که مثلا $2 اون تو $3 و این خیلی من اذیت میکنه. یعنی خیلی من البته بگم این موضوع، این یه موضوع کوچیک با خودم الان حل کردم، چون به خودم گفتم ببین تو سال میخوای 200 تا درینگ بخوری، 200 تاش میشه $200. اصلا بیا این $200 رو به خودم دادم، گفتم از این به بعد هر موقع تشنه شد شما میخرید. اما این موضوع خیلی کوچیکه. حالا میریم آخه معلوم نیست به خصیصی مرتبط باشه، چون ببین از این من به همین جهته که میخوام تو به جای اینکه برید سراغ توضیح تو به من، چون این میتونه اصلا به خصیصی مرتبط نباشه. تو فکر کنی که دوست نداری هیچی کلا سرت بذاری، دوست نداری هیچ کس از تو سوء استفاده کنه، دوست نداری یه کسی به نوعی یه بازی در بیاره و یا یه حق بازی و ازش پولدار بشه، میتونه اصلا هیچ مرتبطی به مسئله خصیصی نداشته باشه. مطمئنم اینی که میگید آقا دکتر من دارم، چون اگه یه موقعی احساس کنم یکی مثلا یه کلاهی سرم گذاشته یا خیلی اعصابم به هم ریخته یا حرص میخورم خب. اما این موضوع مثلا اینی که شما من تو حرفاتون راجع به خصوصیت شنیدم که من به اشیا دل میبندم چیزی رو سعیم ببین آقا مثلا لباسای کهنه گذاشتم و اینقدر نگه میدارم که یه دفعه اینقدر خسته میشم اذیت کننده میشه که همه نو کهنه رو با هم میریزم دور. خب اون یه ذهنیتی است که نه صبر کنه، باز اون یه ذهنیتی است که به مسئله خصیصی هم میتونه مرتبط نباشه. درست است که آدم بگه من مدت هاست دستم یا انگشتم با منه ولی حاضر نیستم دور بندازمش، برای که برخی از اوقات در کودکی یه تصوراتی پیدا میشه که لباس من با بدن من یکیه و بعدم برمیگره مثلا چون شما فرزند اول بودید لباستون رو به کسی دادند، حالا یا بعضای خانواده یا یک کس دیگه، که از اون بابت به مالکیتتون تجاوز شده، چون مالکیت بچه باید محترم شمرده بشه، یا اسباب بازیتون رو به کسی دادن. بنابراین یه ذهنیتی از اون قبیل داری. سه مورد دیگه احتمال اینه که به دلیل مسئله عمل دفع و مدفوع اگه مشکلی داشتید بین 1 تا 3-4 سالگی، یه حالت خودداری دارید، یعنی همه چیز رو نگه میدارید و این هولد کردن و نگه داشتن اصلا میتونه اینقدر سنگین و شدید باشه که آدمایی رو من دیدم که آشغالاشون رو یه ماه از خونه بیرون نمیریزن. البته تا اون حد نیستم آقای تو، ولی مثلا وسایل خرابم خب دور نمیریزم، اینقدر که تا اون استوروم که پر میشه دیگه اینقدر هرس میخورم که از این کاری که دارم انجام میدم یه دفعه همه رو مثلا یه دفعه. خب حالا اگر به خودت بگی من چرا اینی که ازش هرگز استفاده نخواهم کرد رو دور نمیریزم، به خودت چه پاسخی میدی؟ پاسخم به خودم اینه که مثلا تو فلان چیز رو انداختی دور، فرداش بهش احتیاج پیدا کردی و یا شاید یه نفر پیدا کنی اینو تعمیر کنه. نه صبر کن. ما که با احتمالات که 1 در 1000 یا 1 در 10000 زندگی نمی کن. بعد یه چیز انداختی دور، بعدن متوجه این آیا این از اون اشیایی است که 1 مانندونه، 2 ای بندازی دور ممکنه بخوای، بعد خب خواستی میری میخری. ببین عزیز، تو در جهت ارتباطت با اشیا و مالکیت و اینا مسئله داری. تو با یک چیز دیگه بگم قبل از اینکه معذرت میخوام آخه این موضوع راجع به پولم هستش آقای دکتر. من همیشه نگرانیم نسبت به پول یا مثلا خرج کردن پول. ببین برای خودم زیاد برام چیز نیستش، ولی
برای اینکه میکنم این کارو، نمیگم نمیکنم، مثلا یه موقعی دوستی رو مثلا دعوت کنم به یه چیزی، خیلی برام زور داره الکترون پولو دادن، نمیدونم. مگر اینکه مثلا خب حالا خب قبول، حالا ببین عزیز، نه تو قبول، آخه تو همین الان تو کاری که من و تو داریم داری دخالت بی خود میکنی. تو قرار شد بگی چه حالاتی داری، من برای تصمیم بگیرم، بعد من حرفی که رو حرفای تو میزنم که میخوام چون موضوع متفاوته تو وارد میشی بخوای چی؟ اصلا خسیسی، خود خب خسیسی که خسیسی، آدم های خسیس به دو دلیل خسیسن، نه سب کن، به دو دلیل خسیسن، فرض رو بگیریم، گرچه مالا توی ذره چیزای دیگه هم کنم. دلیل اصلی و اساسی خساست عمیق و سنگین اینه که کودک بین 1 تا 3 سالگی در وقت عمل دفع مدفوعش سیستم رو نگه داشته و این هولد کردن و نگه داشتن در اون دوران که بسیار موضوع مهمی، برای که مهمترین موضوع 1 تا 3 سالگی آزادی است و عمل دفعه. هر کسی که این دوتا رو مسئله و مشکل داشته باشه، گرفتاری های مربوط به این دوران که بدترین دورانه، آغاز بیماری های مختلف روانی، هیچ دورانی حتی نصف این، 1/4 اینم نداره، غیر از 4 تا 7 سالگی در مورد اختلال شخصیت، ولی بیماری روانی ریشش مال 1 تا 3 سالگیه و برمیگرده به نبودن آزادی و یا وحشت از انتخاب که تو با توجه به توضیحی که راجع به پدر دادی رو فرزند اول بودی میشه فهمید. و دوم، اگر مسئله عمل دفع داشتی، سیستم تو اصولا نگه میداره همه چیز رو، یعنی hold on to everything، حتی سر موضوع و مسائل زندگیت هم نمیتونی let go کنی که بذاری بره، حتی اگر یه مسئله باشه، یه اتفاقی افتاده باشه، یه ماشین بی خودی به تو بوق زده باشه، تو اگر دیگری 1 دقیقه بهش فکر میکنه که چرا بی خودی من بوق زد، تو 5 دقیقه فکر میکنی، ولی ویژگی روانی تو نگه داشتنه. عامل دوم خصیصی، فشاری که در کودکی بوده درباره پول داریم پول نداریم، بدبخت میشیم، اونا پولدار شدن وای چقدر خوشبخت شدن، اون یکی ورشکست شد چقدر بدبخت شد، اون ورشکست شد خودشو کشت، داستانای از این قبیل که در ذهن کودک تبدیل میشه به یه موضوع فوق العاده بزرگ و مهم زندگیش، یعنی از 1 حادثه فکر کنه این کل زندگی اجتماعی یا اقتصادی انسانه. اونجا گیر و گرفتار شدی. الان به من بگو برای که به یه نتیجه برسیم، این موضوع چرا تو رو اینقدر اذیت میکنه که اصلا تو خسیسی؟ خب خسیسی، چبم شدی که از به چه جد ناراحتی؟ ببین، خب قبلا که این چیزا رو نمیدونستم، خب مثلا حرفای شما رو نشنیده بودم یا تو عالم دیگه ای زندگی میکردم، برام زیاد مهم نبود. امروز وقتی میبینم مثلا خودم رو باهات یه سری مسائل مالی اذیت میکنم، مثلا میگم حالا الان دوست دارم یه جا غذا بخورم، میگم خونه میری خونه این غذا رو میخوری، برای چی؟ تو هفته یه بار قرار شده بیرون غذا بخوری، این عذیتم میکنه. نه، صبر کن. اگر نشستی ضرب و جمع کردی، از نظر اقتصادی صلاح تو اینی که هفته یه روز غذا بخوری، باید اون عمل کنی. ولی اگر بیخودی همچی تصمیم گرفتی، خودتو محدود کردی و میخوای پولاتو نگه داری که رو سنگ قبرت بنویسن پول دار مرد، خب اون اشتباه. من یه زمانی است که تو زندگی میخوام بگم حالا نه، ببین حرف من این است که ببین عزیز، تو داری یه پیام به من میدی که من دارم از هوشم استفاده میکنم اما از علم و عقل و واقعیت استفاده نمیکنم. هوش یه نگاه سطحی ظاهری به موضوع است و موضوع رو در همون حد سطحی و ظاهریش به هم وصل کردن ازش نتیجه گیری، ولی وقتی وارد عقل میشی و وارد علم میشی و با توجه به واقعیت یعنی یه دقتی میکنی، مسئله فرق میکنه. به همین جاست که تو میری دکتر، دکتر به این دوا رو میده، میگه این فرد روز 1 قرص بخوری، 2 قرص، 2 تا قرص بخوری، حتی ممکنه بکشته. یعنی به همین راحتی 1 قرص نجاتت میده، 2 قرص میکشه. چرا؟ برای که در دنیا، دنیای اندازه هاست، درصد هاست که خود گفتی و دقته. تو یه نگاه سطحی گذر رو داری، از حرفای دیگه هم پیداست. یه بچه باهوشی هستی که هیچ جا نمیشه بنده دارد، ای بسا یه زمینه یه کمبود توجه و تمرکز داری، یا ای بسا زمینه منیک دیپریشن یا حتی حالت منیک شیدایی و سرخوشی داری، دائما از شاخه به شاخه میپری، یه موضوع رو وسط راه راها میکنی، میری سراغ موضوع دیگه. آقای دکتر، حرفی که شما راجع به که این مسئله از کجا میاد و من داشتم بهش فکر میکردم، حالا
مطمئنم که داشتم، چون من به خاطر وسواس مذهبی که مادرم داشت مطمئنم تو مسئله مثلا نجاست و اینم از در مورد برادر خواهرم یادمه که مثلا با این چیزا رو خیلی رعایت میکرد، چه مثلا احساس بدی راجع به اجار مدفوع مثلا به اونا میداد مطمئنم در رابطه خود منم بوده. و یه موضوع دیگه هم یه پرانتز اینجا باز کنم، من راجع به این قضیه همونطوری که بهتون گفتم من خیلی مثلا خیلی بهتر شدم تو همه مسائل زندگی، خیلی بهتر شدم، اما این موضوع چون سالها سعی میکردم ازش اصلا فاصله بگیرم یا ازش چشم‌پوشی کنم، الان یه سال من بابتش تراپی میرم آقای دکتر، ولی تقریبا میتونم بگم نمیگم هیچ پیشرفتی نداشتم اما درصد خیلی کمی بوده توش. نه من نمیدونم راجع به چی میرفتی برای چی میری تراپی، نفهمیدم برای کدوم موضوع. موضوع نگاهم به پول، موضوع نگاهم به پول و خصاصت. آخه من اینه آقای دکتر، اون چیزی که امروز تو زندگی ازش مثلا برام آزاردهنده است اینه که آقای دکتر تو ریلیشنشیپ من نمیتونم، به خاطر اینکه حتی یه نفر یه بار چند سال پیش بهم گفت خسیسی و با هم به هم زد، و اینکه روانشناسم صادقانش برای من کار خاصی انجام نداده. خب من کاری به اون ندارم، من کاری به بحث روانشناس. ببین عزیز، منم دنبال علت ها نیستم چون تو یه جوری پرسیدی. تو قراره، ما در یه دنیایی هستیم که موضوع پول یه واقعیت عددیه، قواعد حاکم برش هم میدونیم، درسته که آدم ها در این زمینه متفاوتن، و روزی که من و شما در قرن 21 تو این دنیا زندگی میکنیم قراره علم و عقل و واقعیت بیاد احساسات و هیجانات ما رو درست کنه، باورهای ما رو درست کنه، نگذاره این احساسات و هیجانات 2 سالگی یا 6 سالگی یا 10 سالگی ما رو امروز آزار بدن. خب الان تو موردی که آزارت میده رو مطرح کن، چون وقتی که تو اومدی پول رو بسیار اهمیت دادی یا اومدی گفتی این پول جزی از وجود منه و فکر کردی وقتی خرج میکنی در یه چیزی رو دور میندازی، یا وقتی برای یه کسی خرج میکنی دارن ازت سوء استفاده میکنن و کلا سرت میگذارن، یعنی موضوعی از این قبیل رو باید تو سرهم کرده باشی که اینقدر نسبت بهش حساسی، و تو صحبتات هم همش پیدا میشد، یعنی یک تصویر و تصوری تو از خودت و دیگران و رابطه داری. مثلا اگر یه کسی ازت تعریف کرد ذهنت میره به این که خب الان میخواد از من چه سوء استفاده ای بکنه، آدم هایست اینجوری فکر میکن، یا همینقدر که گفت میخوای یه چای دیگه بخوریم حالا توی رستوران نشستی فکر میکنی که اگر من باید پولشو بدم، نه اگه اون باید پولشو بده باشه، بعد اصلا به این فکر میکنی که حالا کل این پول یه چایی چقدره و اصلا چه اهمیتی داره که تو وقت تو انرژی ذهن تو مشغولش کنی، و بنابراین به اینجا میرسی که مواردی از این قبیل اصلا قرار نیست برای تو سوال باشه که این کار بکنم یا نکنم، درست یا غلط، خوبه یا بده، برای که هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی ببین عزیز، من و تو اگر دائما خودمون رو به اصطلاح مواظب نباشیم، اداره نکنیم، کنترل نکنیم، یه نظمی نداشته باشیم، به هم میرسیم دیگه، مثل پشت فرمون نشستیم با دائما مواظب باشیم، یعنی سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت مسئله زندگی ماست. و بنابراین من وقتی در مقابل یه چیزی قرار میگیرم که یا به نظر خودم غیر عادی میاد یا میبینم دیگران غیر عادی میدونن، خب باید برم ببینم چه کارش میشه کرد. اینکه تو فقط بگی من یه ناراحتم بعدم با روانشناسم صحبت کنم، خب اونم نمیتونه تو رو به جایی ببره. بنابراین فرض کن تو اگر بحث دین باشه که من درآمدم 1000 دلاره و 800 دلارش رو احتیاج دارم برای اون هزینه‌های لازم، 100 دلارش هم میگذارم برای چیزایی که ممکنه لازم بشه، با این 100 دلار هر کار دلم خواست میکنم، دورش هم ریختم ریختم، آخر کارم حتی میندازمش تو بخاری برای گرم شدن هوا آتیش بگیره، برای نسبت بهش حساسیت نداره. خب تو میتونی با خودت راجع به این موضوع بحث کنی، یا همطور که خودت میگی حرف دین است که خوردن یه نوشابه وقتی تشنم هستم اینجا به جای 1 دلار 2 دلار میدم، برای که همه کالاها قصهش همینه. من گفتم در شهر لس آنجلس عزیز تو هر چیزی پیدا کنی، حتی در خصوص منزل خانه،
تو پیدا کن من عین همونا یه جای دیگه شهر به نصف اون قیمت یا دو برابر اون قیمت یا حتی سه برابر اون قیمت برای تو نشون میدم. چرا؟ برای اینکه قیمت یه پدیده ثابت واحدی نیست، با توجه به شرایط و وضعیت تعریف میشه. به همجاز که وقتی یه کسی وسط یه بیابون میاد یه فرض کنین که رستورانی میگذاره، اون اگر دو برابر قیمت ها رو نکنه که میتونه اونجا بمونه، ولی من و تو هنوز راضیم. چرا؟ برای اینکه وقتی که احتیاج به غذایی داریم حاضریم ده برابرش هم پول بدیم. خب این دو برابر میگیره. بنابراین ما داریم یه جوری همدیگر رو کمک میکنیم. این اساس ارتباط اجتماعی و اقتصادیه. من برام خیلی مهمه که برسم به هواپیمام، اگه نرسم ای بس، حتی از نظر مالی هم 1,000-2,000 دلار ضرر میکنم، یا عالمم گرفتاری پیدا میشه برای خودم یا جایی که میخوام برم کنفرانس. وقتی که تاکسی میاد احساس میکنم که حتی به خاطر اینکه به موقع اومده، منم خوشبختانه به موقع رسونده، نوع برخوردش هم با من خوب بوده، راه ها هم به درستی انتخاب کرده و بالاخره من رسیدم، حتی اگر او درش نقشی نداشته. اگر قبلا میخواستم بهش 2 دلار انعام بدم، آره 5 دلار میدم، ولی برای من چند هزار دلار میارزه این به موقع رسیدن. او انتظار نداره من بهش 500 دلار بدم چون منو به موقع رسونده. او نرخ خودشو میخواد، خوشحاله که مسافر پیدا کرده، حالا به جای 2 دلار بهش 5 دلار میدن. منم خوشحال هستم که با این آدم رسید به موقع این تاکسی و منو به موقع رسوند به فرودگاهی که میخواستم برم. بنابراین از این بابت هم خوشحالم، حتی احساس خوبی هم دارم. نوع گفتگو و خدافزی منم با او فرق میکنه وقتی از ماشین میام پایین، از تشکری که ازش میکنم. خب اینا مسائل انسانی عزیز، ولی اگر تو دائما در ذهنت هی داری وقتی به موضوع پول میرسی هی میاری اینا رو مطرح میکنی که درسته، درست نیست، دروغ، فریب، حقه میزنن، کلک میزنن، یه جای دیگه اینجوریه، هفته قبل اونجوری بود، معلوم از پادر میاد. توی بیخودی یه چیزی رو مهم کردی. اینجا نشوندنده یه استرابیست که به وسواس هم تبدیل شده، یه استرابیست که به وسواس تبدیل شده. شاید مسئله خودداری تو در 1 تا 3 سالگی و مشکل مدفوع هم اومده بهش اضافه شده. بعدم توی خونه و شرایطی بوده که حرفا و صحبتهای شنیدی یا اتفاقاتی افتاده که این هم اومده یه بار دیگری شده. خب ولی در بزرگسالی مناطقی که قرار نیست خودمون رو مجبور و محکوم کنیم به احساس 3 سالگیمون یا 12 سالگیمون، تو این سن و سال باز زندگی کنی، برای که همه اون چه که در گذشته اتفاق افتاده توی من هست. شما روزی که من برمیگردی میگی من آدمی هستم 43 ساله، یعنی 42 سالگیتم توشه، 35 سالگیتم هست، 17 سالگیتم هست، 7 سالگیتم هست، 2 سالگیتم هست و همه اینا هستن و به عنوان یه واقعیت حتی ثبت شدن و نشستن، مثل یک کتابی که میخوای صفحه 1 رو بخونی یا 7 رو یا 37 رو یا 57 رو. خب هر سفر باز کنی یه چیز تازه ای هست، ولی تو اجازه میدی سر این موضوع بری سراغ کتاب ها و به سنینی که 43 نیست. خب یه راهش این است که در این باره ها تصمیماتو بگیری، این مطلبی که گفتم که من در این زمینه ها احساس راحتی میکنم. من درباره خانواده چی میگم؟ میگم زن و شوهر برمیگردن میگن هر دو تامون حق داریم، چون یه حساب مشترک هم داریم و درستش هم اینه، تو حق داری هر چی دلت خواست تا 100 دلار بخری، مثلا هر چی دلت خواست. اگر خواستی بین 100 دلار تا 300 دلار بخری، بعد از اینکه خریدی یه چیزی 200 دلار خریدی، من بگم امروز یه چیز 200 دلاری خریدم. ولی اگر هر وقت هر کدام از ما خواستیم چیزی بیشتر از 300 دلار بخریم، اول با هم صحبت کنیم، موافقت هم دیگر رو بگیریم، بعد این کارو بکنیم. این راه درست برخورد زن و شوهر تو زندگی زن و شوهری. خب اول یه 100 دلار همه آزادن، کسی هم روش حرف نمیزنه. 100 تا 200 رو به هم دیگه مثلا یا 300 رو خبر میدن، 300 بعد مشورت میکنه. یه همچی قاعده آدم میذاره دیگه، خودشو خلاص میکنه. تا اینکه بیاد دائما حرفا رو ببینید، کسانی هستن در بانک ها که میگن آدمایی هستن که اون زمانی که مثلا از طریق تلفن و اینا نمیشد، روزی 5 دفعه میان حسابشون رو چک میکنن، تازه پولی هم ندارن. صبح اومده گفتی 150 دلار داری، 2 ساعت بعد اومده گفته حساب من چقدر باز بهش دادیم. حالا که بسیار از آدم هستن تو خونه ها نشستن با تلفنشون حساباشون رو چک میکنن، گویی یه فرضی دارن که الان یه کسی میاد ثروت اونا رو میدزده این بره و میخوان همین الان بدونن. بنابراین تو نگاهی که به موضوع پول و خرج کردن برای خودت و دیگران داری، نگاهت واقع بینانه،
نگاه عمومی با توجه به اهمیت موضوع نیست. یعنی آمدی بی خودی فرض رو بر این گرفتی که اگر من با کسی برم بیرون و $10 خرج کنم خیلی مهمه، حتی اگر فکر کنم که این آدم واقعا منو نمیخواست یا اون حرفا رو همین جوری زد یا اصلا دروغگوه یا اصلا حق باز. خب بود که بود، $10 یا $20 هم تو پول دادی، خب دادی که دادی. چرا موضوع رو بزرگ و مهم میکنی؟ چرا گیر میدی به مسائل؟ چون در اون صورتی که گرفتار میشی. برای این حرفایی که تو به من میزنی نشون دهنده استراب هست، نشون دهنده وسواس هست، نشون دهنده مشکلات مربوط به یه نگاه غیر واقع بینانه به پول هست، مشکلات مربوط شاید به عمل دفع، به یه مقدار زمینه اینال تو، یعنی زمینه که بشن اینال فیکسیشن، تثبیت مقعدی هم هست که رو این چیزا اثر میذاره. حالا راجبه موضوع دیگه میشه راجبش حرف زد. خیلی خب، اگر میری سراغ یه روانشناس قرار کمکت کنه که این مسائل حل کنی. یه راهش رفتن به گذشته است، یه راه طولانی است، چند سال ممکنه طول بکشه. یه راه دیگه شناس که از الان من تصمیمو میگیرم، من وقتم رو رو این موضوع یا اون موضوع صرف نمی کنم. من وقتی با دوستم میرم رستوران، هم از اینکه او پول بده یا من پول بدم و یا $10 بدم یا $50 بدم، برمیگرده به شرایط و وضعیت در اون لحظه و حالی که هستم، انتخاب میکنم، عمل میکنم، بعدم راجبش فکر نمی کنم و هیچ وقتم فکر نمی کنم که یه کار بد غلطی کردم که باید روش برگردم تجزیه و تحلیل کنم که دیگه اشتباه نکنم. موضوع سطحی گذراست که میاد و میره، برای که انرژی که من صرف میکنم، فکرهایی که میکنم، بیشتر به من آسیب میزنه و آزار میده یا اصولا روابط من با دیگران سختتر و مشکلتر میکنه. بنابراین حرفی که من با تو دارم این است که تو بیا علم و عقل و واقعیت رو که خودت داری به کار بگیر، برای اینکه این حساسیت تو نسبت به این $5 یا $10 یا دور ریختن یه وسیله‌ای کدامش درست یا غلط. به این که اصلا از کجا میاد کاری نداشته باش، نامش گرفتاری یا بیماری هست یا نیست کاری نداشته باش. و ای بسا برخی از اوقات اگر همون اندازه واقع بین و عاقل و منطقی نگاه کنی و دوربر تو ببینی و به این توجه داشته باشی که معمولا آدم ها چه میکنن و تو هم مانند اونا عمل کنی بدونی که بخوای فکر کنی درستی یا غلطه، خب برای از این مدت میبینی خلاص شدی، آسوده شدی. آزای تو حرفتو خیلی قشنگه، بودن چند تا نکته خیلی قشنگ توش بودی که این حالت گیر دادن و وسواس حرف قشنگی بودش گفتید، یعنی چراغی برام روشن شد که من این حالت گیر دادن رو دارم و قبلا هم این تجربه رو کردم که توی همون روی موضوعی زیاد گیر میدم تقریبا اصلا توی شیش موفقیتی هم ندارم. الان توی این موضوع هم فکر میکنم چون یه مدت خیلی درگیری داشت دارم و همش هم فکر میکنم به جایی نمیرسم، همش هم تقصیر گردن روانشناس و اینا میداختم. البته اونو که من یه مشکلی همیشه دارم بخاطر اینکه با شما آشنام و با دیگران زیاد، به محض اینکه یه روانشناس یا تراپیست میخواد مثلا یه ذره از اون خط اون واقعیت و عقل و چیز میزنه بیرون، یه ذره باور شخصی ایناشو توش میاره، من اصلا یه دفعه ذهنم میگه استاپ میکنه دیگه، اصلا دوست ندارم با آدم کار کنم یا مثلا برخلاف حرفای شما اگه چیزی بگه. این موضوع حالا اونا رو بگذار، حالا ببین ما به پیام ها رسیدیم، من فکر کنم به اندازه کافی حرف زدیم اگر درباره همین موضوعه. اگر میخوای باز فکراتو بکن، یه وقت دیگه خواستی با هم صحبت کنی، ولی فکر کنی یه موضوع مهم دیگری داری و یا تو همین زمینه یه چیزی بیش از اندازه تو رو آزار میده، اذیت میکنه، میتونیم پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون ادامه بدیم. ولی من فکر کنم نسبتا حرفامو زدم، یعنی باهوشتر از این هستی که متوجه نشی و بعدش هم مهم این هست که حالا خب پس بنابراین پسر خوبی مرد خوبی باش جان، بگو. من یه چیزی بگم، اون چیزی که شما گفتید میتونی اون مبلغ درآمد تو، من هیچوقت اینجوری بهش نگاه نکرده بودم که مثلا یه مقداری رو بذاری که مثلا اینقدرش برای این کار، اینقدرش برای این کار و اینقدرش هرچه این رو باید خرجش کنی اگر بمونه به خود خودتون بریزی تو بخاری. اینم خیلی حرف قشنگی بود، این یه حالت راهکار توی ذهنم نشستش. برای حالا کاری نکنی که دفعه خونه رو آتیش بزنی با بخاری که همه پولات رو ریختی. برای موضوع خود باش، خوشحال شدم.